پدرم از قول پدرش تعریف میکرد که تجار بازرگان ها از اون بر رد میشدن، اونجا که میرسیدن شب اتراق میکردن، استراحت میکردن، بعد میرفتن دنبال کار کسب خودشون. مال جاده ابریشم میبردن میرفتن رو به مشهد، بعدن جا اتراق میکردن، حمام و مسجد و پاسگاه و اینجای تو این کارسرا دیر بود. 1800 ساله که وسط جاده شرق به غرب دنیا وایساده. بزرگترین کاروانسرای ایران دیر گچین هست. خب این کاروانسرا بر سر یک شاهراهی ساخته شده به اسم راه ابریشم و در دوران ساسانیان با ساخت این کاروانسرا این منطقه و این کاروانسرا میشه یکی از ایستگاه‌های مهم در راه ابریشم برای تجارت. جاده ابریشم حدود 800 سال قبل از میلاد مسیح تا قرن 15 میلادی یکی از شاهراهای اقتصادی دنیا به طول 12000 کیلومتر بود. این جاده از شرقی ترین نقطه چین به غربی ترین نقطه اروپا میرسید. اما نکته قابل تأمل این هست که اینجا محلی برای تبادل تجارت محصولات کل دنیا شده بود. وقتی وارد کاروانسرا میشی 44 تا حجره وجود داره. پشت تمام این حجره ها یک سری تالار وجود داره که اصطلاحا بهش میگن شترخان، برج آسیاب، شاهنشین، منظر شاهی. این کاروانسرا رو تبدیل کرده به مادر کاروانسراهای ایران. جالب بدونید دیر گچین از نظر ادیان مختلف، اقوام مختلف و کالاهای مختلف یک بازار مشترک جمعی و وسیع بود. در واقع مثل نمایشگاه‌های امروزی عمل می‌کرد. اون فرد تاجر چینی کالای خودش رو وقتی می‌آورد به سینکیانگ یا ترکستان شرقی می‌رسید، همونجا به خاقان‌های ترک می‌فروخت. خاقان‌های ترک تا آمودریا می‌آوردن و بازرگان‌های زبده خراسانی از دیر گچین اینها رو می‌گرفتن و به سمت مسیحی ها می بردن. می دونید منظور من چیه؟ می خواهم بگم اسم تجارته، ولی گردش افکار، آداب و رسوم و ادیان به خوبی در جریانه. همینطوری هنگامی که تجارها، کاروانها وارد این کاروانسرا می شدن، می تونستن از همدیگه خبر بگیرن، اجناسی رو حتی مبادله کنن. حالا به زبان امروزی یک حالت مدیای رسانه‌ای بوده که با خبر بشن از غرب، شرق یا جایگاه های مختلف دنیا و تجارت ها. 12000 کیلومتر مسیر جاده ابریشم بود، اما تجارت شرق به غرب، یا بهتر بگیم تجارت جهانی، در قلب ایران و به وسعت 1200 متر مربع اون هم در کاروانسرای دیر گچین انجام میشد. امروزه دیر گچینی وجود نداره، ولی میتونیم دیر گچینی بسازیم در بستر نوین، در بستر فضای مجازی و اینترنت. همون کار گذشتگان خودمون رو با رویکرد جدید. یعنی چی؟ یعنی بیاییم بگیم این بستر نوین مجازی همون دیر گچین ماست. جاده ابریشم اسمش هست ولی خودش نیست. این بنا خودش هست ولی داد و ستدهای مرسوم دیگه توش نیست. ولی چیزی که موندگار و مانا هست و همچنان هم پر رونقه، تجارت. ما میتونیم ایرانی هوششو داشته، توانمندی داشته، دیر گچین یک نمونه بسیار درخشان در تجارت گذشته است. تا دیروز دیر گچین پرترددترین مرکز تجاری کشور که حتی بازار تجارت جهان رو از شرق تا غرب به هم مرتبط میکرد. اما امروز اینجا آراد برندینگ پر رونق ترین نقطه برای اتصال مهمترین محصولات تجاری جهان که با اراده فولادین میراث دیر گچین رو بر شانه های خود حمل میکنه تا تاریخ پرصلابت ایران در دنیا معلوم و آشکار بشه. و این تجارت هست که میراثی است بر شانه های ما.